کنفرانس هفت ماه پس از شروع قیام در کلوپ مطبوعات بروکسل به ابتکار مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی، بررسی وضعیت رژیم و موقعیت انقلاب دموکراتیک مردم ایران، فراخوان به لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. ژرار وسپیر از بنیاد مطالعات خاورمیانه: در جامعه ایران تظاهرات بخش مشهود خشم عمومی است، اما یک فعالیت به واقع مهم فراتر از تظاهرات فعالیت‌های کانون‌های شورشی است. کلود مونیکه، مدیر مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی: اگر کسی بر اوضاع جامعه مسلط باشد، نیاز به کارهایی که رژیم می‌کند ندارد. اعدام مخالفان و سوء قصد و ترور در خارج یا گماشتن جلادی مانند رئیسی به عنوان رئیس جمهور نشانه ضعف است. کلود مونیکه درباره نظرسنجی‌های مهندسی شده: در رژیمی که پلیس مخفیش همه جا حضور دارد و مردم از حرف زدن در تلفن یا ایمیل هراس دارند، چگونه می شود از 157 هزار نفر سوال کرد؟ به نظر من این بازیچه قرار دادن سیاست است که به تقویت آخوندها راه می برد. روز چهارشنبه 6 اردیبهشت به ابتکار مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی، کنفرانسی با عنوان هفت ماه پس از قیام آیا رژیم آخوندی در ایران در قدرت است، در کلوپ مطبوعات بروکسل برگزار شد. سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از کلود مونیکه، مدیر مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی، فردریک انسل، مدیر تحقیقات دانشکده بازرگانی پاریس، ژرار وسپیر از بنیاد مطالعات خاورمیانه و بهزاد نظیری، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. کلود مونیکه در سخنرانی خود گفت: من امروز از دو چیز صحبت می کنم، یکی دیپلماسی گروگانگیری رژیم ایران و دوم لیست گذاری سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی اروپا درباره دیپلماسی گروگانگیری. گویی این یک عملکرد جدید رژیم ایران است، در حالی که اصلاً اینطور نیست. کاری که بلژیک هرگز نباید بپذیرد، تن دادن به فشار است. دولت در مخفی‌کاری کامل یک ماده قانونی آماده کرده و این را با دقت در کلماتم می‌گویم که این ماده در تهران نوشته شده و اگر توسط یک بلژیکی نوشته شده باشد، شرم‌آور است. توافق تبادل زندانیانی که اجازه می‌دهد طرف مقابل زندانی مبادله شده را عفو یا آزاد کند. اگر این توسط آخوندها نوشته نشده باشد، توسط کسی نوشته شده که واقعاً آنها را دوست داشته و سمپاتی شخصی به اسدی داشته است. کلود مونیکه اضافه کرد: قطعاً می شود سپاه پاسداران را با اس ها پلیس نازی مقایسه کرد. به نظر من درج نام سپاه در لیست تروریستی اروپا یک ضرورت است. ضرورتی که برای فرستادن یک پیام قوی به رژیم ایران باید آن را عملی کرد. باید بدانیم که رژیم ایران به رغم نمایش‌هایش حکومتی ضعیف است. هرچه بیشتر قدرت نمایی می‌کند، ضعفش بیشتر بارز می‌شود. زیرا اگر کسی بر اوضاع کشور و جامعه تسلط داشته باشد، نیازی به کارهایی که رژیم ایران می‌کند ندارد. اقداماتی مانند اعدام مخالفان و سوء قصد و ترور در خارج یا گماشتن جلادی مانند ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نشانه ضعف است. L'organisation qu'il dirige est une organisation terroriste et donc je pense des gardiens sur la liste des organisations terroristes européennes est une nécessité parce qu'il faut, et je reviens à cette idée, il faut envoyer des messages clairs à l'Iran. Il a été expliqué de manière tout à fait claire et brillante par mes prédécesseurs que l'Iran, sous son apparence de force, était un état faible aujourd'hui. Et je dirais même, j'irais plus loin, plus
plus l'Iran montre ses muscles, plus c'est une preuve de faiblesse. Parce que quand vous êtes fort et sûr de vous, quand vous dominez votre pays et votre société, vous n'avez pas besoin de faire ce que les Iraniens font, le régime iranien, je veux dire, en réprimant les manifestations, en organisant, en pendant des opposants, en organisant des attentats à l'étranger. C'est un signe de faiblesse. Comme est un signe de faiblesse le fait d'avoir nommé le bourreau Ibrahim Raisi à la tête de la République. C'est un signal qu'on envoie. مدیر مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره آلترناتیو سازی‌های مطلوب رژیم آخوندی گفت: می‌گویند دموکراسی و آزادی در ایران می‌خواهند، ولی خودشان ائتلافی درست کردند که همین الان از داخل منفجر شده و چندین نفر آن را ترک کردند و در اطلاعیه‌های آنها می‌بینیم که در سال 2022 یک انستیتوی موسوم به گمان در هلند یک نظرسنجی به عمل آورده تا ببیند چه کسی شخصیت محبوب ایرانیان است و اینکه نام پسر شاه در صدر قرار گرفته است. من دوست دارم به من توضیح بدهند در رژیمی که پلیس مخفیش همه جا حضور دارد و مردم در آن از حرف زدن پشت تلفن یا استفاده از ایمیل هراس دارند، چگونه می شود از 157,000 نفر سوال کرد؟ به نظر من این بیشتر بازیچه قرار دادن سیاست توسط برخی محافل آمریکایی و رژیم ایران است که ماهیتاً به تقویت رژیم آخوندها راه می برد. سخنران دیگر کنفرانس بروکسل، فردریک انسل، مدیر تحقیقات دانشکده بازرگانی پاریس بود. وی گفت: ما در ایران با رژیمی طرف هستیم که فوق سرکوبگر است. تغییر جهت این رژیم ها عموماً به سمت یک توتالیتاریسم مطلق است و این همان چیزی است که در ایران طی سالیان اخیر شاهدش هستیم. به همین دلیل فکر می کنم بیش از هر زمان دیگری مهم است که تمامی طرفداران دموکراسی و تمامی انسان دوست ها در سراسر جهان فارغ از تمایلات سیاسیشان فشار سیاسی و دیپلماتیک را بر این رژیم منفور حفظ کنند. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est plus important que jamais, je conclue, c'est promis, que tous les démocrates, que les humanistes de manière générale dans le monde, quelle que soit leur coloration politique et leur sensibilité, maintiennent la pression politique diplomatique sur ce régime odieux, ne serait-ce que pour démontrer et pour montrer et démontrer aux gens qui se battent au quotidien en Iran aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls. Merci. همچنین جرار وسپیر از بنیاد مطالعات خاورمیانه در سخنانش گفت: وضعیت اقتصادی ایران ناشی از وقایع چند روزه یا چند ماهه یا خروج آمریکا از برجام نیست. مشکل اقتصاد ایران مشکلی ساختاری و مربوط به رسیدن رژیم جمهوری اسلامی به قدرت است. اما فراتر از اقتصاد در جامعه ایران، تظاهرات بخش مشهود خشم عمومی هستند. اما یک فعالیت به واقع مهم فراتر از تظاهرات هم وجود دارد و آن فعالیت‌های کانون‌های شورشی است. اینها هزاران گروه کوچک متشکل از افرادی هستند که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شدند و ما از این به اندازه کافی اطلاع نداریم. هر روز در ایران اقداماتی را انجام می دهند، مانند نصب پوستر، پخش تراکت و یا انفجار و پرتاب کوکتل مولوتوف علیه مراکز و نهادهای سرکوب آخوندی و قضائیه رژیم و در نهایت تخریب تابلوهای تبلیغی رژیم. Donc la société iranienne maintenant, après l'économie, la société, eh bien, les manifestations sont les parties visibles de la fronde. Donc, mais il y a une activité vraiment importante en dehors des manifestations de ce qui existe dans l'ensemble du pays, des unités de résistance. Ce sont des milliers de petits groupes de personnes organisée par l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, l'OMPI, et donc qui mène tous les jours. آخرین سخنران کنفرانس در کلوپ مطبوعات بروکسل بهزاد نظیری بود. وی گفت:
دلایلی که منجر به این وضعیت شورشی در ایران شد که بیش از 7 ماه است به درازا کشیده، البته ناشی از 2 نیروی محرک هستند: وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فعالیت‌های مقاومت. یعنی شرایط انفجاری امروز جامعه ایران ناشی از یک عمق اجتماعی است که میتوان آن را اینطور توضیح داد. طی این 40 سال فعالیت مقاومت تعطیل نشده است، دچار توقف نشده است. در گزارش داخلی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم آمده است که در وقایع 1398 60% وقایع روز در 200 شهری که قیام صورت گرفت توسط کانون‌های شورشی مجاهدین انجام شده است. بهزاد نظیری تأکید کرد می‌شود نتیجه گرفت که یک تهدید واقعی وجود دارد. این تهدیدی است که از خیابان‌های ایران ناشی می‌شود. confidentiel des services de renseignement iraniens, particulièrement du ministère de renseignement, on dit que par exemple dans les événements de 2019 qu'on vient de vous rappeler, le prix de l'essence multiplié par 3, 60% des actions de rue, donc c'était à peu près 200 villes embrasées en l'espace de 3 jours, 60% des actions de rue étaient menées par les unités de ce que le régime appelle les monaferines, c'est l'expression donnée aux mujahidines du peuple d'Iran par, disons, le régime des Mollahs. شعارهای داخل بسیار روشن هستند: نه شاه نه شیخ، ما به دنبال سرنگونی رژیم آخوندها هستیم، ولی دیکتاتوری قبلی را هم که خودش اعدام میکرد و شکنجهگر بود رد میکنیم. Les slogans de l'intérieur c'est très clair, ni شاه ni Mollah.